به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان نهایت مهربان، امیدوارم در هر کجا که هستین شاد و سلامت و تندرست باشین. دوستان عزیز، امروز قراره بریم به یکی از ولسوالی های زیبای ولایت هرات، ولسوالی قریان. با ما همراه باشید. جیتا جس کے لیے جس کے لیے مرتا تھا جیتا جس کے لیے جس کے لیے مرتا تھا ایک جیسی لڑکی جیسے. اینجا قریه برناباد به زبان محلی یا همون قریه برناباد است که در 60 کیلومتری ولایت هرات قرار گرفته. قریه برناباد یکی از بزرگترین قریه های ولسوالی قریان است. قریه برناباد در کنار دریای هریرود قرار گرفته که مردم برناباد در فصل بهار جهت میله و تفریح از فضای دریای هریرود استفاده می کنند. همچنان مکانهای مختلف دیگر نیز برای تفریح و میله در برناباد موقعیت دارد، مثل مکان سرسبز زیارت پیر معصوم که اکثر خانواده ها همراه فامیلای خود به آنجا جهت میله و تفریح می روند. بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب خیر محمد نالفروش از قریه برناباد ولسوالی قریان ولایت هرات. این درخت فعلا انجیر است، به نام انجیر ترکیه یاد میشه. بفهمیدیم ما به سلسله چند ساله که به سلسله رو بیاوردیم، درخت نال از طریق ایران آوردیم، بالاخره حال ما که شکار کردیم و از این روش شدیم، تعداد هزاران در هزاران از این ما تولید ما شده و این انجیر بله نتیجه خوب داده، فصل برداشت خوب داره. این انجیر خصوصیت خوبی داره که در سال 3 مرتبه انجیر میکنم. 3 مرتبه، یک مرتبه که نمی شاید حاضر صحنه میبینیم که وزن از 100 گرم میشه، وقت موقع رسیدن 100 گرم میشه. به اندازه شیرین و خوشتم و مرتب است که به کل دیگه از این انجیر سیاه خیلی بهتره. و فصل دوم از این انمینان میبینیم با حال از اینکه بیرون شدن از هر بلگ یک دونه بیرون میشه، این فصل دومینم. فصل سوم از این است که تیرمایی ما میگیم، یعنی 5 ماه بعد بیرون میشه. از لوبلگا شاخه ساقه زیاد میکنم، او هم برسیدن میرسه و ایده از او یخ میزنه به زمستون. میبینم قریه برناباد دارای آثار تاریخی زیاد میباشد، از جمله دژ تاریخی برناباد، مسجد جامع برناباد، مسجد خواجه مهدی مشهور به مسجد خولبلند، حمام برناباد، خانقاه مولانا وحیدالدین محمد خافی، آب انبار بازار، آب انبار گسبه، آب انبار ایدگاه، آب انبار بیبی چکلو، آسیاب های بادی، زیارت پیر معصوم، زیارت خواجه محمود سپاهانی یا اصفهانی، زیارت حزیره، آرامگاه خواجه محمد یافته مشهور به پیر یافته، زیارت مولانا وحیدالدین محمد خافی مشهور به ملای کلان، از جمله آثار تاریخی قریه برناباد ولسوالی قریان می باشد. ملا جلال از خود برناباد، از خود برناباد و مزنون ملای کلان و علمی چمنده رو میکنم، آو میدوم و زحمت میکشم. اگر جنازه چیز میشه با تزیاره میام خاک میکنم. انا چند سال که من 4 سال میشم مزارون و رد از 4 سال دیگه اگر خدا اومد
عمر باقی باشه، یک چند وقت دیگه با ما مردم برناباد انا ما خدمت کنم. ما خاک میکندیم یک شهید بدر شدم تا راسته بفتادی بیدیم منبله افتادی بیدیم که ما هم تودید کن خشتای پوسیده بدر شده بی خشتار که کمک وردشتیم. انا امیر رفیق ما گفتم تو ما قطم راسته بود، انا حال پیرمرد شدم، انا دیگه کس میتونی مار به خاک کنده ورده بود. بعد از اون نگاه کرد امیر دم گفت همین خشتا پوسیده بده. اون امیر دست خود دراز کرد، دم که قلبه شدم دست خود دراز کردم به تل لحت، دیدم که لحت شیوه هم یک گفتم خاک کنده تیار کرده. انا بعد از امیر سخونا جمع میکنه خاک هم کنده تیار کرده. یه بگفتم امیر خشتا تو بده به دست می که ما بالا اندازم. بعد از امیر خشتا ای که دیتا ای که بداد نمو گفتم ملاز جلال گفتم بله وانا نفر اینجا شیشته هست. ما گفتم خو کو؟ ما که نگاه کردم ندیدم شیشته نیه، همیزه درست کشیده همی کفن از این سفید منبله گردن از این تا به همین زمین تا پوشیده موهای هم تا بل 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 میزد. بعد از اون دیدم یک نفر میامد امان الله فیضخان بیامد گفت تکشر اینجا کنیم. گفتم مزدورم گفتم همیزه بکن ما کار نداریم، ما خبر نداریم، مزدورم به ما گفته. ما بوده خاکن بودن جوان بودن خیلی می آمدن خیلی مزدان قدیمه خاک میکندیم. انا بعد از جازم خوشتا و حالکی حالکی بسندم بیا بودن دم از دیر بسته کردیم مرخ بود به دگه جو دگه جا که خاک بکندیم. بعد از بی آمدیم بعد از اینه کرد پور که پور نکردیم منو. انا بم رفیق گفتم به کسا نگو. انا بعد از اینه که میام چاره اینه که پور میکنیم چاره از این مجر میکنیم. اقونی هم رفیق مردم انا با تک کوچه بود بگم او آدم ملا صاحبا دیگه طالب صاحبا این مله ها می آمدن به سر زیارت، حالا نمی آیم جلو می آمدن. انا بعد از این اکه بی آمدن تر شدم مله صاحبا می آمدن سر زیارت قدیم ها. انا تر شدم میرم نگاه کردم دیدم که الله شهید جانانه اینجا قرار خوبه. هیچ کار نشود سلامت. انا این اکه بعد از او بگرسیم یه چیز که همون قبری مجر کرده جو همون سله زیارت بم جو درخت پسته یه انمون راسته یه. دوستان عزیز این پر و پرواز مبارک، عید سعید فطر سرآغاز مبارک، عید همگان با چهره ناز مبارک. تکرار میکنم باز میگویم باز مبارک. منم یک شاعری اما قریبم، کمی پایین تر از هزار جریبم. هزار جریب کوچه برناباد است، در آن کوچه چند خانه آباد است. دم کوچه داره پل سیمانی، از سمت قبله میده هم نشانی. اول فقیرآمد مستری است، در سرایشان سفید و جیگری است. دوم عبدالحق است یک شخص کارگر، در سرایشان سفید است همچون مرمر. سوم فضل احمد و چهارم فخرالدین، در سراهایشان سبز است و آبین. شعری که من گفتم مشکل بود والله، موندن نظیر احمد و حمیدالله. خانه این دو شخص در یک راراوی، فرقش در کندگی است و کشاوی. شعری که من گفتم داره یک پلو، شروع میکنم من از سمت افتو. رسید خانه کمال الدین کفش دوست، که کفشا میدوزند مرموز و مرمود. کمال الدین قوم عبدالرشید است، در سرایشان آبی سفید است. شاعر شدم به خدمت محله، که پیشرفت میکنم پله به پله. دیشب تاجگل به من گفت شاعر من، به من شعر بگو از ته دل من. گفتم باشه تاجگل شیر فروشم، تا جان دارم به شعر گفتن میکوشم. تاجگل جان موتور بی بریک داری، صبح تا شوم در سراها تک تک داری. میگویی من شیر و ماس خریدارم، پولایش را سبا از شهر میارم. سحر و صبح هدم آسمون ستاره، که بشکه های شیر همه قطاره. بشکه ها رو میندازی داخل خورجین، آنها را میبری تا پای ماشین. بعضی وقتا تو میکنی بهانه، که آن ماشین بیاید در خانه. بشکه ها رو میاری تو یک یک، آنها را میندازی داخل دکه. ماشین که حرکت کرد به سمت افتو، همونطور می رود چوک شهر نو. شاعری از نزدیک تو شد عبدالخالق جان شریک تو. پایین تر از مسجد از خانه تو، سیمانکاری شده کاشانه تو. امیدوارم همیشه شاد باشی، زبردست در برناباد باشی.